به نام پروردگار هدایت کننده به راه راست، سلام. پارامترهای بسیاری میتونن روی تاثیرگذاری کلام ما دخیل باشن. یکی از اونها به موقع صحبت کردن، اینکه ما بدونیم چه موقع تحت چه شرایطی چه کلامی رو به زبون بیاریم. ما اینجاییم تا تمرین کنیم به موقع صحبت کردن رو یاد بگیریم. به مسابقه شهروند و مافیا خوش اومدید. در مسابقه مافیا دو گروه شهروند و مافیا شرکت میکنند. تیم مافیا شامل رئیس مافیا، مذاکره کننده و مافیای ساده است. رئیس مافیا مسئولیت هدایت تیم خودش رو داره و در نهایت تصمیم رو اون میگیره. استعلام او برای کارگاه همیشه منفیه. مافیای مذاکره کننده در طول بازی در صورتی که یکی از یارهاش از بازی خارج شده باشه میتونه یک بار به شهروند پیشنهاد بده که به تیم مافیا بپیونده. این مذاکره در صورتی موفق خواهد بود که پیشنهاد رو به شهروند ساده و یا زره‌پوش بده. در صورتی که مافیا پیشنهاد مذاکره بده، دیگه امکان استفاده از تیرش در اون شب رو نداره. در تیم شهروند، پزشک، کارآگاه، تک‌تیرانداز، خبرنگار، زره‌پوش و شهروند ساده حضور دارن. پزشک بازی بعد از شلیک مافیا در دو شب اول میتونه دو نفر رو نجات بده و در شبهای بعدی میتونه یک نفر رو نجات بده. کارگاه در شب میتونه استعلام مافیایی بودن یک بازیکن رو از راوی بگیره. تک‌تیرانداز هر شب بیدار میشه ولی فقط یک بار میتونه از تیرش استفاده کنه و باید مطمئن باشه کسی رو که مورد هدف قرار میده مافیا باشه، چون اگه به اشتباه شهروند رو مورد هدف قرار بده خودش از بازی خارج میشه. البته اگر رئیس مافیا رو بزنه هیچ کسی از بازی خارج نمیشه. خبرنگار هم بعد از فرآیند مذاکره هر شب میتونه استعلام فردی رو بگیره که اگه این فرد به تیم مافیا پیوسته باشه راوی تایید میکنه. زره‌پوش بازی هم شهروندیه که شبها در مقابل تیر مافیا آسیب نمیبینه و در روز یک بار با بیشترین رأی از بازی خارج نمیشه. در صورت وقوع این اتفاق زره اثر خودش رو از دست میده و از اون به بعد برای مافیا قابل مذاکره نیست و در شب با تیر مافیا کشته میشه. آقایون خیلی خوش اومدین، خوشحالم که تو این مرحله میبینیمتون. آقایون داورا سلام، عرض ادب. بینندگان عزیز، یک رقابت دیگه از فصل ششم در مرحله یک چهارم نهایی دوستان نقشا رو گرفتن، آماده شروع دور معارفه هستن، یک دور صحبت میکنن بدون چالش 15 ثانیه. شماره یک بفرمایید. سلام دوستان، محمد رضا هستم، خوشحالم تو جمعتون بازی میکنم. اتهام میزنم به آقای شماره 3 و آقای شماره 8 که پایینو بسته بالا دستاشو میلرزونه. آقای شماره 8 مافیه باز. سلام دوستان، بعید تهرانی هستم، شهروند بازیم. برای شروع خوب بود ولی کافی نبود. اینقدر پر انرژی، صبر کن بذار بیدار شیم همدیگه رو ببینیم بعد تارگت بزنیم. من فعلا تارگتی ندارم، حالا یارام ببینم شب چی پیش. بعید اتهام. اتهام. بفرمایید. سلام دوستان، من احسانم، خوشحالم تو جمعتون بازی میکنم. من اتهام شما رو کامل به شما برمیگردونم. اتهام مال خودت. شماره 8 از نظر من میتونه مافیا باشه به علاوه شماره 6. بفرمایید. سلام دوستان، سعید بازی هستم. خیلی خوشحالم که تو این جمع تو این مرحله داریم کنار هم بازی میکنیم. اتهام من شماره 5 و شماره 9 هست. آقا وحید، من یه شهروندم، آرزو دارم تو یارم باشی. بفرمایید. سلام دوستان، شهروند هستم، میتونید علی صدام کنید. ببینید بنده شطرنج بازم، یاد گرفتم رخ در مقابل رخ، پس تو شب منو نزنید، تو روز رخ به رخ میجنگید. اتهام میزنم به آقای شماره 1، آقای شماره 8 و آقای شماره 9. بچرخ. بفرمایید. سلام دوستان، امیر مهدی ام. من آقای شماره 4 رو گرفتم. شما سه نفر قبل شما صحبت کردن، تمام اتهاماتونو اینور میزنین، به آقای شماره 2 توضیح میدین که من شهروندم، نمیشه. آقای شماره 5 شما هم بیشتر اتهامات اینور بود. من شما رو میدیم بیرون، بعد شهر با من بازی میکنه. بفرمایید. الهی به امید تو. سلام دوستان، سبحان هستم، خیلی خوشحالم دارم کنارتون بازی کنم. به آقای شماره 4 شما یه مافیا. شماره 6 شما به 4 و 5 نبادن اتهام بزنین که آخرن شب چش باز میکنین میبینیشون. آقای شماره 5 شما دیگه فروپاشی درونی گذشتی، به واپاشی بیرونی رسیدی. شما هم یه مافیا. بفرمایید. سلام دوستان، امیر عماری هستم. عرضم خدمتتون که این دسته بسته است، میدونستی؟ جدیداً این دسته بسته میشه. دسته با اعتماد به نفس نیست، دسته بسته است. آقا 5 رأی میدیم. فردا کشو 5 رأی میدیم. میره بیرون. بفرمایید. سلام دوستان، عارف هستم از شهر ساری. شماره 4 من شدیداً به حمایت روز معارف مشکل دارم، شدید. و شماره 7 عزیز، قربونت برم، زیبا صحبت کردن مبنی بر شهروند بودن نیست. امیدوارم ادامه بازی همینجوری زیبا صحبت کنی وقتی به اتهام میخوره. بعدی.
سلام دوستان، حمید رضا هستم. ببین شماره 4، شما از قبل بازی اصلا استرس داشتید، مشخصه اصلا. ببین شما مافیایی. ولی اینجا اسم می‌کنم حداقل یه دونه یار داری که فردا دیگه روش نمیشه به شما بزنه. حالا میچرخه می‌بینی. شماره 3 من فعلا دارم. ببینیم چی میشه. متشکرم. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. رئیس مافیا از خواب بیدار شه. مذاکره کننده. مافیای ساده. معرفی میکنم رئیس مافیا، مذاکره کننده، مافیای ساده. 10 ثانیه فرصت مشورت. گروه مافیا بخوابن. کارگاه بخوابه. پزشک بخوابه. خبرنگار بخوابه. زره‌پوش بخوابه. تکتیرانداز بخوابه. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. با شرکت کننده ها بیشتر آشنا میشیم و مروری بر نقشه هاشون خواهیم داشت. صحبت میکنیم 25 ثانیه با چالش از شماره 1 بفرمایید. دوستان چالش. آقای شماره 6 بفرما. آقای شماره 7 شما دقیقاً بلافاصله بعد از من همون دوتا اتهام منو میگی. پشت دست من بازی میکنی، بعد منم یارشون. با چه تحلیلی شما به قط مافیای بازی؟ بفرمایید. خب ببین آقای شماره 6، بنده همینو میخواستم اشاره کنم، ولی با 8 هفتو میبینی، هشتم باید ببینی. استدلال شما راجع به شماره 4 درست بوده که ستای قبلیشو ندیده، اتهاما رو اون سمت زده. شما این استدلال آوردی. 7 عین شما حرف زده، 8 هم عین شما حرف زده، همون اتهامای شما رو زده. آقای شماره 8، آقای شماره 7 توش قطعاً یه مافیا در میاد. چالش هم برای امیرعلی صحبت. متشکرم عزیزم. من کدوم حرفی چون زدم؟ شما چه دروغ وارد بازی می‌کنی؟ آقا ایشون رأی بدین. ایشون داره دروغ وارد بازی می‌کنه. رأی بدین بره بیرون آقا. من فقط 5 کار دارم. تا آخر بازی هم 5 بره بیرون بعد من بازی می‌کنم. بفرمایید. احساس می‌کنم خیلی گره می‌خوره این بازی. این دوست عزیز، شما ضریب خطا برای خودت در نظر نمیگیری؟ آقای شماره 6، قبل از معارفه مافیا داری به قد، بعد از معارفه 7 صبح اون خواب بیدار نشده باز مافیا داری به قد. یه ضریب خطایی هم برای خودت در نظر بگیر دیگه. من فعلا به اتهام میزنم به شما، شکم شما ای تا ببینم چیکار میشه کرد. چالش هم مال شماره 7 بعد من صحبت کن. این دوستا، من احساس میکنم، احساس کنم آقای شماره 6 که شماره 7 و 8 شماره 5 زدن یارتونه. هم شماره 1 هم شماره 5 یار شما هستن. شما سه تا مافیای بازی هست. من این احساسو دارم، شاید اشتباه باشه. بفهم. آقای شماره 6، چی شو 4 و 5؟ گفتم که نزن بهشون، شب باشون چشم باز می‌کنین. تقصیر من چه؟ شما زودتر من صحبت کردین، من حرف شما زدم. ببین آقای مافیا، آقا یار، چی شو 4 و 5 کجا رفت؟ شب شد دیگه چشم بسته است. بفرمایید. چالش هست. آقا عارف شما قبل صحبت بفهم. با اجازه. شماره 8 ببین عجیبه واسم، بهت اتهام میخوره سری بلند میشی واسه تمام اتهامات سری یه عکس العمل داری. این اذیت میکنه ما رو. شهروندی اصلاح. بعدی ببین دوستان، شماره 9 بهت چالش دادم که بهت اتهام بزنم. کاش که اول صحبت میکردم. ببین شما، بنده روز معارفه نگفتم آقای وحید، نه حمایت کردم ایشونو نه پشتش دستش میخواستم بازی کنم. گفتم بنده شهروندم، آرزو دارم که شما شهروند این شهر باشی تا در بیاد بازی. شما به قول معروف بچه‌ها قنچت زد بیرون. شما یه مافیا. ببین شماره 7، شما شهروندی ها، ولی به نظرم داری جای اشتباه میزنی. بگرد مافیاتو پیدا کن. آی سعید، مافیا اولتون شماره
چند بود؟ شماره 9 آقا عارف. متشکرم. اعلام کنید لطفا. بفرمایید. مثلا چالش کسی احتیاج داره برای آقای شماره 10. من صحبت کنم. بله. بیا شماره 1. شما احسان هم دیروز زدی نزدی؟ آیا احسان چطور امروز در مورد احسان صحبت نمی‌کنی؟ می احسان در مورد شما صحبت کرد. ولی شما در مورد احسان دیگه صحبتی نمی‌کنی. این شما مشکوکی همچنان. متشکرم. می دوستان آقای امیر شما روز قبل یه نفر اینجا بهت میگه گاردت بسته است و این صحبت ها میگی نه این دست بسته است اعتماد به نفسه ولی فقط آقای پنج الان بلند میشی چالش میگیری آقای شماره 1 میگی دروغ وارد بازی کرده ولی بعدش میگی فقط آقای شماره 5 شما فقط با من میجنگی چند تا سه تاتون منو بکوبید شما تا آخر بازی هستی که میگی تا آخر بازی آقای پنج نره بیرون من بازی هستی امروز میری بیرون بفرمایید خب ببینین دوستان چالش هم برای شما بعد من صحبت کنم من هنوز شماره 4 هم مافیا دارم شماره 5 شهر داره ولی شماره 4 به قد مافیا شما چرا به ایشون گیر نمیدی هستی با هم اگه شهر بازی من ایشونو گرفتم میای با هم بهمون رأی بدیم خب الان شما رو فعلا آقای شماره 2 من اتهام میزنم محکمم میزنم ولی ببین خروج کسی میره یا نه سه تا اتهام زدم شما فقط یه نفر بلند شدی به من توضیح میدی که انقدر محکم ندن من فعلا یه اتهام ریز به شما دارم نمیشه دیگه بفهم شماره 5 شما بعد بلندشه در مورد شماره 6 صحبت میکنید بعد رأی شما رو الان خرید برای این آقا این دوتا مافیان این دو نفر شماره 5 و 6 احتمالاً شهرانی رأی شما چرا در مورد شماره 6 صحبت نمیکنی مگه حمایتت نکرده چرا در موردش هیچ صحبتی نمیکنی چالش دوستان شما اول صحبت خب دوستان ببین صحبت شماره 6 میشه شماره 5 میشه شماره 4 میشه شماره 6 میخوره 5 میخوره 4 فقط سفید میشه 4 فقط سفید میشه شما که لایک بفرمایید نه وایسا گوش کن ببین آقا شما 4 شما جا اسمت اونجا میتونه بنویسه نوار خالی شما بلند میشی فقط نوار خالی روز قبل کنم کنی با آقای شماره 9 توضیح میدی بعد به من میگی تو شهروندی داری اشتباه میزنی من مافیام ببین آقای شماره 4 مافیای بازی آقای شماره 6 فروختن یار امتیاز نداره ببین آقای شماره 4 5 6 دو تا مافیا نشسته آقای شماره 4 به قط مافیای بازیه مافیات کو بفرمایید من انقدر قطعی منو داره اذیت میکنه خب من رو 5 زیاد مصرم به خاطر اینکه لج کردم باهاش خیلی ساده با شماره 5 الان من لج کردم میخوام بره بیرون خب اول بازی برگشته میگه فلانی باید بره بیرون الان به من داره میگه باید بره بیرون باید بره بیرون ببین تو با دو تا یارتم رای بدی من نمیرم بیرون خب ولی من با 7 تا یارم رای میدم شما میری بیرون بفهم شماره 3 بعد از صحبت های من اولا شماره 4 این حجم از آگاهی اذیت میکنه اذیتم میکنه سفیدش میکنی میگی ببین درست بازی کن من که نقش خودم میدونم چه خبره خب بعد خیلی نرم از بغل شما رو سم میاد سمت تا خیلی نه یه حمایت ریز تو روز قبل آره اومدی با یه حرف خاصی وعیدو بخری ببین شهروند بفهمم شهرونده میخرمش تو آخر بازی هم میخرمش که بازی در بیارم تو میدونی شهرونده میخریش این من اذیت میکنه ببین خیلی آگاهی داری آگاهی شهروندی هم داری بعدی خب پنج چالش دوستان الان باز دوباره شماره 1 5 6 دوباره اینجا یه تیم یه گروه تشکیل شده ببین شماره 4 شماره 7 اگه شما شهروندی بعد گول شماره 6 رو نخوری ببین شماره 6 نمیگه بیا به 5 رای بدیم میگه بیا به 4 رای شماره 4 من نمیدونم من نه حمایت میکنم که ولی الان چیزی که دارم میبینم یه تیم بین شماره 1 شماره 6 و شماره 5 چالش بر شما ممنون آقای امیر شما باید بگین مافیای بازی هستی نگو لچون لچ کردم صحبت میگه میگه چون گفته منم میگم ایشون لج نه که من این مافیا هم شما باید بگیم مافیا بازی بره ببین آقای شماره 4 هم مشکوک حرف زد اما اتهام داره زیاد میخوره حالا ببینیم چی پیش میاد خب من چالشمو دادم ببین یه چیزی برای من خیلی جالبه شماره 4 تا اونجا اتهام نمیخوره از اینجا شروع میشه میگن شماره 4 ببین پس ایشون اگر شهروند باشه مافیا از اینجا زیاد در میاد اگر مافیا باشه باز میتونیم بین اینا شهروند پیدا کنیم ولی من باز حس میکنم این سمت یه دونه مافیا داری ببین شماره 1 باز گم شد یعنی اون سمت شماره 1 داره اتهام میخوره این سمت شماره 4 من میگم جفتشون باید بیان بالا ولی من شماره 1 رو مشکوک‌تر میبینم شماره 4 اتهام بیشتری خورده میریم سراغ رأی‌گیری برای محمد رضا وحید احسان سعید علی امیر مهدی سبحان امیر
عارف، حمید رضا. خب خیلی جالبه برام. آقای شماره 3، شما راجع من حرف میزنی به من رأی میدی. آقای وحید، شما راجع من هیچ حرفی نزدی، برای چی به من رأی دادی؟ آقای شماره 4، آقای شماره 7 پا میشه شما رو سفت میزنه، میگه شما مافیایی. نوبت صحبتت میگه شما سفیدی، بشین. تو مافیا نمیشی چی میشی؟ بنده حرفی ندارم. سعید، ببین دوستان، یکی به قد مافیایی بازیه، میدونی چرا؟ چون یک راجع به بنده صحبت میکنه. ببین شماره 7 شما هنوزم میگم شهروند. دوست عزیز، از نحوه بازی شهرونده. شما صحبت میکنی، شماره 7 لایک میده پشت بند، شماره 9 پشت دست ایشون لایک میده. تایید میده، عذرخواهی میکنم. یعنی چی؟ یعنی شما مافیایی، ایشون به حرف شما داره تایید میده که میشه شهروند، شمایی که پشت این داره میدی میشه مافیا. به همین راحتی. بنده اگر مافیایی بازی بودم تو روز اول 5 تا 6 تا توهین نمیخوردم، تهمت نمیخوردم. رای گیری مجدد برای محمد رضا. سعید، هر دو سابقه دار به حساب میبینید، بفرمایید بشینید. با اله من، شب میشه و شهر به خواب میره. گروه مافیا از خواب بیدار شن. ده ثانیه فرصت مشورت. رئیس مافیا اعلام کنه. گروه مافیا بخوابن. کارگاه. بخوابه. تکتیر انداز. بخوابه. پزشک، تو حق انتخاب. پزشک بخوابه. با اعلام من، روز میشه و شهر بیدار. خداحافظی میکنیم با شماره 9. عارف، خسته نباشی. یک دور صحبت میکنیم، 25 ثانیه با چالش از شماره 10 بفرمایید. چالش وحید جان، صحبت کن. من صحبت کنم. محمد رضا جان، خیلی جالبه. من قبل از اینکه یارات شما رو ببینم و شما یارات رو ببینی، گفتم شما مافیای بازی. بعد از معارفه راجب شما صحبت میکنم، صحبت نمیکنم، بهت رأی میدم. شما میای تو دفاعی باز به من نمیگی مافیا. مگه میشه همچین چیزی؟ بفهمید. چرا به من رأی دادی؟ باز اون حالتی که دیروز گفتم داره پیش میاد. رأیای شماره 1 آقای احسان بود اگه اشتباه نکنم، آقای وحید بود و بنده. گفتم من باید میومدم اون ور میشستم، چون رأیای شماره 4 از این وره. من احساس میکنم این دو نفر تو یک تیم نیستن. خیلی احتمال کمی داره که جفتشون مافیا، ولی قطعا یه دونه مافیا بین اینها پیدا میشه. باز من به جفتتون رأی میدم، صحبتاتون رو میشنم، ولی باز خب نشد. آقای وحید، شما رأی یک و دو به من میدی بدونی که راجع من صحبت کنی، بعد به من میگی میخواستم بیرون کنم درات بازی، بعد پا میشی فردا صبحش منو میکوبی. این که رسم این بازی نیست، شما مافیا قطع بازی. الان میگم شما تو دفاعم گفتم شما مشکوکی، الان میگم شما مافیایی. بفرمایید. مافیا آقا، من با شما بازی میکنم، با شما به ایشون رأی میدم، خیلی ساده، ولی ایشون هم بیاریم بالا.
ببین به این میگه، به این حرکت میگه هم زدن. کار حمید رضا، کار حمید هم زدن بود عزیزم. آقا من از شما نپرسم، من از ایشون دارم میپرسم. شما کله تکون بده وحید جان. با من به ایشون رای میدیم، شما هم، من با شما به ایشون رای میدیم، شما با من به ایشون رای میدیم. اوکیه؟ با پنج کاری ندارم. احساس میکنم این جنگ من و پنج به ذره شهر تموم شه. چاله شما هست، شما اول سوال. این دوست عزیز مافیاها 1 و 5 و 6 هم 1 5 6 ده ولش کن، فعلا ولش کن. ولی ما ببین، شما دوتا اومدین تو دفاعی این شماره 4 باشون، از دو گروه مختلف هر کدوم 3 رأی آوردین. ببین 3 نفر. متشکرم. من اجازه دارم یه لحظه. آقای احسان شغل شما چیه؟ میتونم بپرسم؟ من پیمانکار کار ساختم. بیشتر به روانشناسا میخوره مدل آرامش صحبت کردنتون. خیلی عجیبه برام. نه خیر. داره ضبط میشه. بله. اگه بگین این موا رو پشت من نکنه این خیلی خوبه. بله، و تا الان هم تو هیچ کدوم از این رقابت ها بلند نشدین. تقصیر این بوده. نشستین با آرامش صبح. خیلی عجیبین، خیلی عجیبین. ببخشید که وارد مسائل خصوصی زندگیتون شدم. بفرمایید. ببین آقای وحید، شما استدلال واسه مافیا بودن چی بود؟ گفتید من بهت رأی دادم، بلند شدی به من نگفتی مافیا. آقای شماره 4 بلند میشه داره به من میگه تو شهری. تو نوبتش که اونجا هم گفت. ولی ببین استدلال واسه مافیا بودن آقای 6. ببین تا روز میشه چالش میگیره، گفت شما رفت به قط مافیاست. بعد که گفتم 4 و 5 بلند شد به من گفت با هم رأی بدیم به 4. من شهروند شدم یو. ببین دوستان، از بین آقای 4 و 5 به قط یه مافیا در میاد. با اون استدلال شما آقای شماره 4 با مافیاشه. به من داره میگه تو شهری. آقای شماره 6 هم مافیای بازیه. بفهم. برای شما بعد من صحبت کن. ببین دوستان، یه چیز خیلی واضحه و نمیفهمی. ایشون دیروز اتهام خیلی خورد. اون آقا رو فقط شماره 10 بلند شد گفت شماره رو اعلام کنید لطفا. بله، شماره 4. شماره 10 فقط بلند شد گفت شما سر صحبت بازی یه اتهام به یه نفر زدین، فرداش تو روز 1 اون اتهام نداشتین، با همین دلیل اومد بالا. بعد رأی مساوی شد، ایشون به قط مافیا، ایشون شهر بازیه. شما که اینو نمیبینی، شما هم به قط مافیا بازی. پیشین تا همینجاش هم عالی بود. ببین آقای شماره 8 صبحان جان، آقای حمیدرضا به ایشون اتهام میزنه، رأی میده به ایشون، ایشون 4 رأی آورده، وارد دفاعیه شده، با آقای حمیدرضا رأی نمیده. مگه میشه شما شهروند باشی رأی بیاری؟ رأی من شهروند باشم دست و پا میزنم. امروز فقط آقای محمدرضا میره بیرون. متشکرم. نفر بعد. اصلا چالش کسی میخواد؟ آقای حمیدرضا بفهم. من صحبت کنم. ببین باز دوباره ما داریم صحبت آقای 1 میکنیم. آقای 7 بلند میشه 4 رو میزنه. آقای 6 بلند میشه 4 رو میزنه. بعد امیر جان دیروز کجا بودی؟ چرا نگاهت کردم دیروز چرا رأی ندادی شماره 1 بره بیرون؟ اگر امروز مافیاته دیروز چرا بهش رأی ندادی؟ ببین دوستان، آقای شماره 1 با 4 رأی میاد داخل دفاعیه، با 3 رأی رأی 2 میاره. من فعلا ایشون رو میذارم شهروند بازی. آقای شماره 4 با 5 6 رأی به قول خودش میاد دفاعیه، 3 رأی میشینه داخل بازی. آقای شماره 4 مافیای بازی. آقای شماره 8 شما نباید منو ول کنی، گفتی تا آخر بازی به من رأی میدی. شما از نظر من هنوز هم مافیایی، چون آقای حمیدرضا رأی 2 داد به آقای محمدرضا، بعد میگه هم حمیدرضا هم محمدرضا. بنا نقش وحید چی میدونی؟ من بهتره که نقش خودم بدونم. شما وحیدم میدونی، شما رو همچنان من رأی میدم به امر آقای 4. چالشوس برای شما. بفهم من صحبت کنم. بفهم. ببین نگاه کن دوستان، الان آقای شماره 6 واسه من مافیا تره. چرا؟ دور معارفه میگه آقای 4 و 5 مافیا، روز میشه به من میگه مافیا، بعدش به من میگه شهروند، ولی میگه من با تو به 4 رأی میدم، رأی 1 و 2 هم داد. پس الان آقای 4 تا حدودی واسه من شهروند میشه، آقای 6 امروز من دفاعی میخوام. متشکرم. بفرمایید. ببین دوست عزیز، شما شماره 7 شهروند، بازم میگم آقا شهروندی، شما شهروندی که داری با استدلال بازی میکنی. برای من اگر مافیا هم باشی شهروندی. شما هم دیسلایک تو، عدم تایید تو، حالا ولش. شما چرا دروغ وارد بازی میکنی؟ بنده به همراه ایشون 4 رأی بود، بنده 4 یا 5. اگر رأی شماره 9 حساب کنم میشم 5 رأی. بنده با 7 رأی نیومدم تو دفاعیه دوست عزیز. شما مافیای دوم. یه مافیا، دو مافیا. تمام. مال شماره 8 ببخشید. بفهم. متشکرم ازتون. آقای 5 خودت خواستی دیگه. خودت خواست. آقا من با ویترو این بازی میکنم. من الان بگم به تو رأی بده، تو هم رأی میده. خیلی ساده. بگم به یک رأی بده، به اون رأی میده. بگم به حمید، من از حمید میام پایین. سر یه چیزی که فکر میکنم میام پایین، به شما رأی میدم و به شماره 1. خیلی ساده. خب ببین دوستان، من فکر میکنم که اول شماره، ببین شما مافیا برای خودت داری، درستم میگی. شماره 7 درست میگی، شماره 6 مافیا درست. ولی ببین رمز پیروزی یه شهر اتحاده. ببین دو نفر اومدن تو دفاعیه، جفتشون 3 رأی آوردن از دو گروه مختلف. یعنی این دو تا اگه این آقا بره بیرون، ساید یه سری آدما معلوم طرف. پس شما اول رأی بده شماره 1 بازی. ببین خیلی عدم تاییدارو میبینی، اینا مافیان.
ببین یک دو سه تا مافیا شما اول به شماره یک رأی بده بره بیرون، بعد با فردا کمک شما شماره شیشو بیرون میکنه. علی جان صحبت کن. ممنون. ببین آقای سعید، شما تو دفاعی روز گذشته گفتی به قطع آقای محمد رضا مافیای بازی، الان میگی آقای هفت مافیا، آقای چهارم مافیا. آقای محمد رضا چی شد؟ گفتی مافیای اول، مافیای دوم. شما رو ببین، من روز اول در آوردم. دوستان نگاه کنین، آقای چهار گردن منه ها. بفرمایید. من صحبت کنم. ببینید دوستان، عماری میگه حالم شو دلیری است که از بخت بد خیش در لشکر دشمن پسری داشته باشه. ببین دوستان، بنده مافیا دارم، به اندازه کافی مافیا دارم. ولی امروز آقای محمد رضا بره بیرون، محمد رضا جان نترس، شما بری بیرون هیچ اتفاقی نمیفته. شما مافیای بازی، برو بیرون نترس دیگه. شما بری بیرون هیچ اتفاق، از نظر من هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی تو برد و باخت تاثیرت آنچنانی نمیذاره. شما امروز میری بیرون، فردا استعلام وضعیت میگیری، میگه یک شهروند یک مافیا، درسته؟ بعد بگید وحید ترانی مافیایی بود که یک شهروند رو هول داد بیرون، خودش بره بیرون. چالش هم برای شماره 7 بفرمایید. ببین آقای شماره 3، شما معنی میگی شماره 6 مافیاست. خب ببین آقای شماره 6 هم با آقای شماره 4 رأی 1 داده، هم 2 داده. خب 6 رو بدیم بیرون مافیا بشه، پس معلومه آقای شماره 4 شهر فردا 1 میره. چرا بین اون دو تا آزمون خطا کنیم؟ مگه نمیگی یه شهر بینشون نشسته؟ این بره 100% بعد از مافیا. آقای وحید، شما اینجا رأی تره‌باری و کیلویی داری، به بنده ربطی نداره. شما رأی شماره 3 و شماره 8 چرا خورده نمیگیری با شما بازی میکنن؟ چرا پا میشن شما رو سفید میکنن با شما بازی میکنن؟ شما اگه مافیا نیستی چی هستی که یه خورده به کسی که تو رو سفید میکنه نمیگیری، بعد پا میشی میگی محمد رضا میخوره یک یک یک؟ شما مافیای بازی هستی که راجب سه هیچ نظری نداری، سه راجب شما هیچ نظری نداره، تمام هدف ها و رعیتون با هم یکیه. شماره 8 شهروند بازی خودشو میندازه وسط، میگه من وحید ترانی رو کاور میکنم. این میشه شهر بازی. میریم سراغ رأی‌گیری. رأی‌گیری برای محمد رضا. وحید، احسان، سعید، علی، امیر مهدی، سبحان. امیر بیستید. حمید رضا. خب ببین دوستان، بنده شهروند بازی هستم. من نمیدونم آقای شماره دو کجای شهر نشسته بنده رو میزنه. بنده 7 تا رأی میارم روز دو. روزی که من مافیا بخوام شب قبلش یه سناریو بچینم، میتونم فردا یکی رو پوش کنم. آقای وحید پا میشه میگه آقای شماره یک بره بیرون، بنده 7 تا رأی میارم. شما شهروند بازی هستی، شما شهروند بازی هستی، شما با من بودی، به من رأی دادی. اگه بنده وصیتی داشته باشم فقط شمایی. تموم شد محمد رضا؟ تموم شد. بیستید لطفاً. رأی گیری مجدد برای محمد رضا. محمد رضا قانون نشده. کلام آخر. کلام آخر که خیلی دوست دارن فقط بدن بیرون، آزمون و خطا براشون بازی دراد، اینجوری بازی میکنن. از جمله شماره 8، شماره 7، مافیا 1 2، یکی دیگه اون سم نشسته. تمام. محمد رضا جان خسته نباشی، ماسکتو بزن و پشت صحنه همراه باش. به همه همشهریات هم سلام، ما رو برسون محمد رضا. فکر میکنم چون هم روز معارفه هم روز شب یک مادم ماسکمو بیارم بیرون، این میکروفون دوبار پشتم صدا داد. من احساس میکنم خیلی صدا شنه، خودم رفتم حذفش کنم نشد. وحید اینجوری من رو بقیه که نمیم پشت وحید بازی میکنم اون دیگه. من جنگیدم تا آخر، جنگیدم باید مفید بایل آمن. شب میشه و شهر به خواب میره. گروه مافیا از خواب بیداشن. قرار مذاکره اتفاق بیفته. گروه مافیا بخوابن، دست همه عزیزان به صورت مشت جلو. دستی که لمس میشه از فردا با گروه مافیا از خواب بیدار خواهد شد. Yes. 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 Yes.
کارگاه کارگاه بخوابه تکتیر انداز بخوابه پزشک دو حق انتخاب بخوابه خبرنگار بخوابه با الامن روز میشه و شهر بیدار عجب شبی بود درخواست اعلام وضعیت واقعا رأی نمیاره یک طور صحبت میکنیم 25 ثانیه با چالش از شماره 5 به اون سمت چالش کسی میخواد آیه صبحان بفهم خب ببین دوستان خیلی ساده است آقا مافیا بود مذاکره کردن ببین اصلا بازی بسیار راحته آقای شماره 5 و 6 رأی 1 نمیدن دو هم نمیدن همه شهروند رأی 1 دادیم دو هم دادیم آقا رفت مافیا بیرون اون کسی هم که اگه مذاکره انجام شده باشه خودش سرش میندازه پای آخر در میاد جفت مافیا این دوستان بنده تقصیر نرم مافیا بازی یار فروشه که آقای وحید تهرانی به شماره 1 شما برو بیرون هیچ تغییری تو بازی پیش نمیاد چه شهروند باشی چه مافیا هیچ تغییری پیش نمیاد یعنی برو بیرون بذار من مذاکره هم بکنم من بر اساس استدلال بازی گفتم سه رأی آورد روز بعدش هم همه باز بهش اتهام زدن آقای 4 فراموش شد با این استدلال گفتم آقا شهر بازیه الان آقای وحید تهرانی رو دارم آقای شماره 8 هم میتونه مافیا باشه ببین الان از 100 میارمش پوینت ولی من فقط آقای تهرانی چالش شما صحبت ببین دوست عزیز خیلی خوب اومدی از رو شماره 1 برداری بریزی رو شماره 4 ولی رأی باید میدادی خیلی واضح اصلا در این سطح نباید باید رأی میدادی اون که میرفت بفرمایید نه دیگه حرف درستی زد این کاری که شما الان گفتی آقای شما رو ده حمید رضا شما انجام دادی شما راجع به بنده صحبت کردی ببین نشد پس من اینجا شما که داری الان به ایشون میزنی شما مافیای بنده هستی شما میشی شهروند شما میشی مافیا شما هم به همراهش دوست عزیز میدونید چرا اگر توجه کنید روز قبل فقط آقای حمیدرضا از روی یک برمی داشت مینداخت رو من میگه رو دو جبهه نیستن ولی فلان فلان چهار بره بیرون تو سایه نشسته داره نون و ماستشو میخوره دیگه دوستان توجه کنید بفرمایید آقای امیر بفرم متشکرم من روبرو شدم همه شما چلو چلو عزیز دل دیشب خریدنت والا این مدل بازی چرخیدن یعنی خریدن این دو نفر رأی ندادن فقط برن بیرون دیگه شو این مدل بازی عوض شدن یعنی خریدن خب ببین دوستان ما اصلا کاری به اون کسی که خریداری شده نداریم شما با آقای ده صلح کن می اگه بازی فصل 4 منو ببینی دلیل حرفمو متوجه میشی با آقای شما ده حتما صلح کن مثلا ما فقط رأی میدیم به اتهام شما یه اتهام داشتی به احترام ما رأی داره سایت تهرانی ما امروز رأی میدیم به شماره 6 و شماره 6 شب بازی خاله ما تیم شهروندی بودیم دونه دونه اینا رو میدیم بیرون بعد این شماره 5 هم مافیاست اون آقا فدا شد به خاطر 5 ولی ما امروز به شماره 6 رأی چالش کسی نیاز نداره شما صحبت کن من اول صحبت کنم خیلی ساده است دیگه آقا شما من عذرخواهی میکنم اول به شما گفتم مافیا شما شهروند بود این نوبتی هم باشه نوبت اتهام منه دیگه شما دقایق آخر بازی لذت ببر راست میگی اصلا عجله نری مثلا بعدش 5 رو میدیم اگه مثلا بازی تموم نشد یه سرم با آقای شما 4 میزنم یا اصلا میزنم هی بزنن خیلی راحت ببین دوستان بازی اتحاد شهروند باید اتحاد داشته باشه این شما رو حالا فردا راجبت صحبت میکنم خیلی مشکوکی آقای حمیدرضا قطعا شهروند بازیه دوست عزیز آقا بلند شده تارگت زده با آقای محمدرضا آقای اتهام زده با آقای محمدرضا آقای محمدرضا خودشو باخته نه راجع به آقای حمیدرضا صحبت میکنه نه راجع به من بعد شما بلند میشی میگی آقای حمیدرضا مافیای بازیه ببین شما چه شهروندی هستی که با مافیای ساده اومدی تو رأی گیری مافیای ساده رفت شما نشستی تو بازی چا
گفتم فرده دیگه حالا شیطون نشه. مذاکرتون هم آقای چیزایی عصبانی شد. اصلا عصبانی شدن نداره. چرا عصبانی میشه؟ این معنی خودشه. مذاکرتون هم این آغاز پیدا شد. ببین دونه دونه اول اون آقا رو رأی میدیم. فردا این آقا پس فردا آقای ته. اگه کسی نامه ماهاش 1 2 3 4 5 شهروند اینو 3 تا مافیا. این آقا احتمالاً این آقا آخر سر رو نمیدونم ولی ما فرض مافیا قطعمون رو میدیم. این آقا بیخودی عصبانی شد. ببین احسان جان دیگه واقعا پیدا کردیم همدیگه رو خدا رو شکر بالاخره شد. ببین فعلا اصلا مذاکره اینا رو اصلا شاید نشسته بشه شاید نشد الان ذهنمون رو به هم نریزیم. این دو نفر رأی ندادن خیلی واضحه. بشور شان این دو نفر رأی ندادن. اگر تیمت عوض نشده باید با ما رأی بدی. اوکی خیلی آروم هیچ مشکلی هم نداریم. این آرامش تو من میترسونه برای شما سوالی. واقعا میترسونه. چرا شب اول نمردی؟ این بیشتر میترسونه. میدونی؟ مورد بعدی اینه که آقای پنج گیر داد. ببین اضافی گیر داد دیگه به من. من گفتم احساس میکنم ضرر میکنیم من با شما برم وارد چالش. ایشون دوست داشت ادامه بده. یعنی دوست داشت من برم بیرون. آقای پنج هم رأی میدیم قطعا با ایشون. این آقای 5 و 6 رأی ندادم برای خروج ایشون. میگفتن زوده که بره. ولی من وحید منو قانع کرده بود. بفرمایید. احسان جان خیلی عجیبه. تو میگی وحید ترانی مذاکره شده. یعنی این شانس رو در نظر نمیگیری. من مافیای بازی بودم. خواستم مافیا استادمو بکنم بیرون مذاکره کنم. یعنی شما پس ذهنت وحید ترانی شهرونده. نمیدونی چجوری بهش بگی مافیا میگی وحید ترانی مذاکره شده. خیلی عجیبه برام. چالش مال آقای شماره 3 ما واسه. به آقای وحید هر کاری کنی الان نمیتونی احسان مافیا کنی که 6 چی شد؟ چرا الان راجع به 6 صحبت نمی‌کنی؟ آقای شماره 6 این پارو با افتخار تقدیم شما فقط پارو. ببین آقا میره بیرون. اگه جفتم اومدن بیرون رأی خروج مال آقای شماره 6 شه. روزا الان وقت زیاده. ببین آقای شماره 8 آقای شماره 8 امتیاز شماره 5 مال شماست. ما حتما امتیاز شماره 5 رو میدیم به شما. ما اول شماره 6 شما به احترام ما رأی دوباره ما فردا به احترام شما به شماره 5 رأی. ولی امروز شما به احترام ما به شماره 6 رأی تک رأی بریم. مثلا این تک رأی رفت رو ما فردا به شما. آیا حمیدم شهروند این گولتون نزن آخر بازی. چالش هم برای شما بعدا. دوستان توجه کنی اول بازی یه موج سنگین رو 4 من نفر اول میام ایجاد میکنم. کارت خودمو که میدونم شهر. بعد نفر آخر آقای حمیدرضا میاد یکو میاره بالا. دو دوست رأیشون مساوی میشه. دوستان دقت کنید مافیای مهمتر رو نگه داشتن تو بازی. اونی که اومده پشت من داره 4 رو رأی میده قطعا شهر بازیه. تمام مافیاها تو جناح شما رأی دادن اون بره بیرون. مافیا ساده بره بیرون. اصلا اینجوری نیست که الان یه نفر رو بدیم بیرون. مذاکره صورت گرفته. من شهر برم بیرون شهرتون تو خطره. ببین دوستان چالش دیگه من خودم چالشم. آقای احسان امتیاز منو کی گرفته؟ من خودم امتیاز بگیرم. آقای وحید تهرانی مافیای بازی. آقایش من خودم که میدونم شهروندم با استدلال خودم به آقای یک رأی ندادم. بعد آقای وحید تهرانی میگه شما چه شهروندی هستی که با مافیای ساده اومدی اون رفته میره. به نظر شما مافیا مهمتره همون روز بهش رأی میدادی. آقای تهرانی مافیا، آقای شماره 6 هم مافیا. رأی گیری می‌کنیم. رأی گیری برای وحید. احسان. سعید، علی، امیر مهدی، صبحان، امیر، حمیدرضا. الان که من میرم بیرون ولی دقت کنید من موج اولو ساختم. فوقش که میخواستین یه نفر رو مافیا بدونین شماره 5 بود که میاد حرف منو امروز بازی میزنه بعد میاد آخرش منم مافیا میکنه. چرا؟ چون موج شهر رو منه. الان مذاکره صورت گرفته. همچنان دارم میگم من میرم بیرون شهرتون یه شاتم میزنم قطعا شهر بازی رو میبازه تیر. چون یار فروش بله یه تیر میزنن قطعا شهر بازی رو میبازه چون یار فروشی صورت گرفته. متشکرم. رأی گیری مجدد برای امیر مهدی. امیر مهدی کلام آخر. اصلا اعلام وضعیت نگیرین. من به قد شهر بازی بودم. ایشونی که لحظه آخر زیر پا منو کشید ایشون یه مافیا. بین آقای احسان وحید و آقای امیری که یکو کوبیدن که مافیا مهمتر رو نگه دارن دو تا یار داره. خسته نباشی امیر مهدی. ماسک تو بزن و پشت صحنه همراه باش.
خیلی خوب لو رفتی دیگه. برای یارم پارو زدم تا جایی که میتونستم، بلند شد مذاکرم فروخ یه نفر رو دیگه، نشد پارو زدیم برای رأی میذاشتن رو چهار، چهار میرفت بیرون نشد دیگه. یارم داره میفروشه که فقط مذاکره کنه، نمیدونم مذاکره فکر کنم نشسته باشه چون بازی وحید تهرانی برگشت کامل، ولی بازم لو رفت دیگه، احتمالاً میبازیم، احتمال خیلی زیاد. با الامن شب میشه و شهر به خواب میره. گروه مافیا از خواب بیدار شن. 10 ثانیه فرصت مشورت. گروه مافیا بخوابن. کارگاه. بخوابه. تک تیر انداز. بخوابه. پزشک یک هفته انتخاب. بخوابه. خبرنگار. بخوابه. با الامن روز میشه و شهر بیدار. عجب یک چهارم نهاییه. خداحافظی میکنیم با شماره 4. سعید خسته نباشی. ماسکتو بزن و پشت صحنه همراه باش. و خداحافظی میکنیم با شماره 10. حمید رضا خسته نباشی. ماسکتو بزن و پشت صحنه همراه باش. تبریک به این شهر که عجب تکتیر اندازی داره. آره اصلا با من بلند شدم شماره 10 یکو حمایت کرد منو زد، بعد همون زن روی بغلی من زد، یعنی همون استدلالی که شماره 5 بود درست بود، ولی اون بلند شد همین زد دیگه، مطمئن شدم مافیاست. گفتم کاش بلند شد، گفت دو میزنه به هم نشیم داری کنم بیاد بعد اون سرقش برم. مرسی سعید. بهتر وعید میتونه بازی در بیاره. کنم خبرنگار استلامشو گرفته. کنم استلامشو گرفته. آره بازی قشنگ شد ولی تیر انداز خراب کرد کارو دیگه. نه بعد من درخواست اعلام وضعیت. رأی میاره. 5 نفر رو از دست دادیم. خیلی عجیبه بینندگان عزیز. 3 مافیا 2 شهروند. یک دور صحبت میکنیم. 25 ثانیه با چالش از شماره 8. بفرمایید. بسیار خوب. مافیا ایشون بوده. فکر نکنیم ایشون بوده. مافیا ایشون بوده. یعنی اگه بریم بگین اون مافیا بوده همه تو مافیایی. یه مافیا مونده دیگه تو بازی. ایشون شهروند بوده. خب ببینید کی اون شهروندو میزنه؟ اون شهروندو کی میزنه تو اینجا؟ خیلی ساده است. شما میتونید بزنید، وحید میتونه بزنه. تو برام فعلا شهروندی. تو هم میتونی بزنی. چالش. آقا اصلا سوال. دوستان خیلی بازی ساده است. اول به من رأی میدید، من بازی خارج میشم. آقای وحید تهرانی یه نفرتون رو میکشه، بعد بعداً با آقای وحید تهرانی دست نمیدیم. اصلا دیگه صحبت نکن. ببین منو رأی میدید، من بازی خارج میشم. بعد آقای وحید تهرانی شب میشه، یه نفرتون رو میکشه. بعد من با آقای وحید تهرانی دست نمیدیم. ببین دوستان یه احتمالی میتونیم بذاریم، آقای شماره 10 اول مذاکره شده بعد تک تیر انداز زده. ببین میشه احتمال گذاشت آقای شماره 6 همه کار کرد که آقای شماره 5 رو سفید کنه.
همه تلاشش کرد گفت شماره 5 زیر پای من کشین. من حس میکنم الان اون دو تا مافیا با مذاکره رفته، یه مافیای مونده آقا شماره 5. ولی بازم میتونیم ریسک نکنیم بزنیم شب مافیا بزنیم. ولی آقا شماره 5 دفاعی به نظر من شماره 5 مافیا. بفرمایید. آقا امیر چالش برای شما. متشکرم. چرا شک میکنین؟ چرا هم میزنین؟ آقا رأی بده دیگه. رأی بده، همون خودش داره میگه. رأی میدیم. آقا داره راهو میگه به ما دیگه. این ایشون راهو تا الان هر چی گفتن درست در اومده دیگه. درسته؟ ایشون آقا میدونیم اصلا من میدونم ایشون چی الان. خب ایشون رأی میدیم بعد این دو نفر یکی این دو تا هست دیگه. ببین آقای وحید تهرانی مافیای بازیه. اب نه آقای شما به من رأی بده، به همراه آقای تهرانی یه شهروندم حالا به من رأی بده. به قول آقای احسان آقای وحید تو بازی نمونه بعد از من. آقای شماره 1 که مافیای بازی بود گفت شماره 8 شهروند بازیه، داره پشت آقای وحید قایم میشه. پس آقای شماره 8 شهرونده، من خودم هم شهروندم، آقای احسان هم شهرونده، شما هم از شانس بعد ما شهروندی. الان آقای تهرانی بره بیرون، مافیانا بعدش من دیگه. بفهم. ببین آقای احسان شهروند من نمیخوام. آره امروز آقای وحید رو میدیم بیرون، فوقش اگه بازی ادامه داشت مثلا با آقای پنج دسته، چرا احسان بره بیرون؟ نه دیگه بابا احسان منم لذت میبرم باش توی تیمم شهروندی. وحید خدافظ. خب من صحبت خب این اون همیشه منو گول میزنه ها، همینی میگم بازی فصل 4 منو ببینی واسه کارش اینه، واسه کلا بازیش قابل درآوردن برای من. من از شما عذرخواهی میکنم، من از شما عذرخواهی میکنم. دوستان میتونین به من رأی، من حرفمو اصلا پس نمیگیرم. میتونین به من رأی بدین، با آقای وایترانی دست ندین، اصلا اشتباه نکنین. یا میتونین با آقای وایترانی روز بازی تموم میشه باز با من دست ندین اگه من موندم. مافیا بین ما دو تاست. امیر چالش میخوای؟ یه چیزیش خیلی جالبه احسان، حداقل خوبیش اینه اگر به تو رأی بدم من تو شب کشته نمیشم. نه یه وای تهرانی دست بدی نمیفهمم. من مافیا از این سه نفری که رفتم، ببین دوستان من شماره 4 شماره 1، ببین بنده اون دوستمون که خب بنا به یه سری دلایل میدونستم چرا مافیاست، از بین این دو دوست هر دو برای من مافیا بودن. آقای حمیدرضا شهروند من بود، من الان اینجا مافیا ندارم. خدا مافیا ندارم. میتونید رأی بدید به من، شما شب شات بشی یه ذره بازی گره بخوره. راضی؟ متشکرم. میریم سراغ رأی گیری برای وحید. احسان، علی، سبحان، امیر. من دفاعی ندارم. ببین وضعیت بازی سه تا مافیا بیرونن، یعنی از بین شما چهار تا در بهترین حالت ممکن یه دونتون مافیایی. امیرانباری نمیتونه مافیا باشه از نظر من. احسان من آخه بین شما دوتا شک دارم، شما رو قطعا میدونم شهروندی، سر اون قفلی که زده بودی رو شماره 6 قطعا شما شهروندی. امیرانباری من مافیایی ازش نگرفتم. از بین شما دو نفر یه دونتون مافیایید. من رفتم بیرون، شما دوتا حتما با هم بازی کنید، به هم اعتماد کنید. شما دو نفر قطعا شهروند. بیسید لطفاً. رأی‌گیری مجدد برای وحید. وحید کلام آخرم نمیخوام بگی. چرا نه؟ تبریک به این شهر. درست شهرمون پیروز شد. لطفا ماسکاتونو بزنید دوستان، پای صحنه تشریف بیارین. فوق‌العاده بود، عجب یک چهارم نهایی بود. آقایون داورا لذت بردیم، خسته نباشیم. من تا بیام مافیاشم دیدم دیگه مافیایی نمونده، منم اوزم. بچه ها عالی بودن، من که رفتم بیرون از بیرون داشتم نگاه میکردم لذت بردم. تیم شهروندی بسیار قوی، بازی در حد 1/4. بازی واقعا عالی بود، خیلی به من لذت داد، من واقعا لذت بردم از بازی. آقای احسان فوق العاده بود. اگه تکتیر انداز عالی بود، تیر واقعا خارق العاده ای زد. تکتیر انداز داره، اگر تیرو نمیزد ما اینجا تو 5 نفر 2 نفر بودیم که تموم رنده. واقعا بازی جذاب و دوست داشتنی بود. من میخوام در مورد یه کل بازی رو میخوام این بازی رها کنم، در مورد یه مسئله خیلی خوب میخوام حرف بزنم. این شهر رو میخوایم تصور کنیم بدون شماره 3. اگر این شهر شماره 3 نداشت چه اتفاقی رخ میداد؟ قطعا شهر سقوط میکرد.
شهر علاوه بر اینکه شهروند کارشون رو درست انجام میدن، خوب گوش میدن، هر شهری حداقل یه دونه لیدر یا پیشرو میخواد، کسی که بتونه رأی ها رو جمع کنه، بگه شما آروم با شما و شما نجنگ، به احترام من امروز به این رأی بدین، فردا من به احترام شما به دیگران رأی میدم. شهری که همچین بازیکنی داشته باشه قطعا مستحق پیروزیه. همچنین که شاهدش بودین اول بازی احتمال داره دوتا شهروند حتی مقابل همدیگه وایسن، بخواهیم با همدیگه لج کنن، خاطر اون قدرت طلبی به همدیگه بخواهیم بجنگه. ولی اینی که یک جایی از بازی از همدیگه کوتاه میام، یا حالا فعلا بس با همدیگه کاری نداشته باشیم، احساس میکنم اگه ما با همدیگه بزنیم به ضرر شهروند هستش، این خوب میشه. از اینجا به بعدش تازه موتور شهروندی تازه رنگا داره روشن میشه. عملکرد شهر ما خارق العاده بود، جایی که تونستن 4 تا مافیا رو توی رأی‌گیری بدون اینکه هیچ شهروندی با رأی‌گیری از بازی خارج شه بتونن بیرون کنن، یعنی فوق العاده عمل کرده و سطح استعدادی که داخل بازی بود خیلی زیاد بود. دو تا نکته رو میخوام بگم در مورد بازی فوق العاده احسان، همه صحبت کردن، چند تا نکته داشت. احسان توی فصل 4 حضور داشت، زره هوش بود، دقیقاً یادم بازیکن شماره 10 نشست. من انتقاد زیادی از نوع بازیشون روز کردم ولی الان باید به احترامش بیستم و دست بزنم، فوق العاده عمل کرد، یعنی سبک بازیش فرق کرده، به جای اینکه داد و بیداد علکی کنه کاملا منطقی. من مسئولیت بود الان هر چقدر اون موقع بگم انتقاد کردم الان باید بگم بی‌نظیر بود. به مدت ها بود داشتم تلاش میکردم به این دوستانی که میگم مافیا بازی دروغه یه چیزی رو سعی کنم نشون بدم، که فکر می‌کنم این بازی کاملا اینو نشون داد که مافیا بازی اعتماد به آدم درست. هر که در بند عبارت می‌شود هر چه دارد جمله غارت می‌شود. اگر که زیاد از حد گفتمان داشته باشیم، حرفای بیجا و بی وقت و بی مورد بزنیم، نفوذ کلاممون رو از دست میدیم. بسیاری از آدم‌ها روی اثرگذاری کلامشون خیلی کار می‌کنن، در صورتی که یه مرحله قبل از اثرگذاری کلام به وقت و به موقع و به جا صحبت کردنه و اینکه بدونی در اصطلاح کجا خودتو خرج میکنی، کلامتو کجا داری خرج میکنی. تو بازی امشب کاری که خبرنگار ما انجام داد از این هنر درست استفاده کرد. یه داده‌ای داشت، یه اطلاعاتی به دست آورده بود، اما وایساده بود اون جایی که باید حرف بزنه. وحید بسیار بسیار شهروندیش مشخص بود واسه بچه های شهر، اما خب مذاکره باهاش صورت گرفته بود. اگر که خبرنگار ما بی موقع می اومد صحبت میکرد، ممکن بود که بر علیه خودش استفاده بشه و رأی ها رو خودش بگیره، در صورتی که اومد شب درست رو انتخاب کرد برای صحبت کردن و منجر به پیروزی شهر شد. بدونیم و بفهمیم که کجا حرف بزنیم تا اثرگذاری کلاممون بیشتر بشه. پیروزی این شهر مدیون آرامش خبرنگار، تشخیص فوق‌العاده تک تیرانداز و اعتماد و هوشیاری همه شهروندان بود. بدرود. اینجا با ماسکیم، از اینجا به بعد متاسفانه به خاطر شرایط صدا و اجرا و وجود میکروفون و بیسیم من مجبورم که ماسک رو بسپرم دست دوستان. ارادت شما، ولی سعی کنید که همیشه از ماسک توی روزهای کرونا استفاده کنید، کنترل رو جدی بگیرید، انشالله با امید خدا زودتر شر این ویروس منحوس از سر هممون کم شه.